خب دیگه الان برابرش یه ساعت دو ایران دیگه، یه سری از سرکار اومدن و حالا اونایی هم که نیومدن سیف میکنیم، سیف میکنم تا یه سری هم میگن آی نمیدونم زمان لایو بود بابا یه چیز خاصی نیست، من هر موقع وقت داشته باشم میذارم زمان خاصی نیست، الان تعطیلات هم مدرسه هم تعطیله و الان یکم فعالیت بیشتره، یه برم مدرسه یا کار برم کمتر میشه، اینو بارها گفتم. دلار هم مرز 52,000 تومن گذشت، یعنی خیلیه دیگه، یعنی باید نمیدونم کسی که پول ایران بی ارزش شده دیگه، جمهوری اسلامی بی ارزش کرد، یعنی شما روزی 200,000 تومن هم بری کار کنی، کارگری کنی، پیدا کنی و حقتو بدن، هر روز هم کار باشه، میشه روز 3.5 دلار، یعنی به دلار تو کار کردی، یعنی بیارزش ترین پوله، یعنی پول 1 کیلو گوشت هم تو کار نکردی، 0.5 کیلو 750 گرم گوشت که 4 نفر بخوان یه آبگوشت درست کنن، حالا مخلفاتش حالا بگیم تو خونه داری، نون و پیاز هم که شده 50,000 تومان. بعد طرف میاد که اینا رو بلش کن، یه سری مغزفندوقی اینا رو بلش کن، درسته تو مضیقه هستیم، عذاب داریم میکشیم، درسته همه چی درست، ولی چه ربطی به اسلام داره، چه ربطی داره به آخوندا، یه سری ها چه ربطی داره به خامنه ای؟ آره نداره اینا، یه سری ها اصلا خب مسئولین، خب من مغز تو گایدم دیدم تو مغز پشگلت، خب مسئولین رو چی انتخاب میکنه؟ اصلا خامنه ای چی بارشی که بیاد بشه رهبر تو؟ یه آخون کارش چیه؟ مغز فندقی. من نمیدونم چرا این بسیجی اینا مغز فندقی هم. چرا یه آخوند پشمک بیاد برای تو تصمیم میگیره؟ آخوندی که همه جا تو کل اداره جات 60 سالت میشه، 60 سال همه تو قدیشی که هستم 64 سال مرد بازنشست میشه، زن بکنم 60 ساله است. یه آخوند 80 ساله 85 ساله چرا باید بیاد؟ یا همه جنتیه نمیرن مؤمنین که 90 خورده سالشه چرا باید بیاد بشه همه کاری تو؟ اینا چی حالشونه؟ بعد توی بیناموس میای به من میگی تو که سواد نداری از سیاست چی حالیته؟ خب کسکش، من سواد ندارم، بارها هم گفتم هیچ ادعایی هم ندارم، بعد چرا یه آخونده پشمک کارش روزه خوندنه، کارش تبلیغ دین اسلام، اومده شده بالا سر تو ریده تو ایران ما و نمیرم بیرون؟ سالهاست که مردم میگن توک تایفش بشه، آخون باید گم بشه، خب دیدید دیگه، میبرن اعدام میکنن، سرکوب میکنن، زندان میبرن. بعد توی بی‌ناموس اومدی به من بگی تو سواد نداری رهبر شد؟ من نمیدونم. و بالاخره چرا مردم ایران گوش شده کیلو 300,000 چی 500,000 فکر کنم دلار و مرز 52,000 رد شد رفت؟ چرا مردم عادی ناراحت هم به خامنه‌ای دارن کسکش جاکش میکنن؟ یه دونه تو یا سپاهی یا آخون راضی هستی از این مملکت که کلت تو آخر خامنه ایه؟ چرا؟ خب چقدر میگیری؟ توی که میای به من میگی چقدر میگیری؟ میای این حرفا رو میزنی، اصلا به من ماهی میلیارد میدن، مگه من اومدم بد مملکت؟ من همیشه اومدم بدبختی مردم گفتم دیگه، مگه من اومدم به ریش مردم ایران خندیدم؟ مگه اومدم مردم مثلا بنز بغل بنز عکس انداختم گفتم چونتون بسوزه من بنز دارم یا من ویلا دارم؟ چون من این کارا رو کردم، یا رفتم دیسکو فیلم گذاشتم، من پیجی رو درست کردم، بدبختی مردم دارم میگم. مگه منی که طرف آها اومده کامنت نوشته من دیدم خوشحال یاد داری میشی صدکا، تون تون داری کلیپ میزنی بشی صدکا، آخه به چه درد من میخوره صدکا بشم 200K بشم؟ قبلیه که 134K بود، مگه برای من پول میشه؟ مگه برای من نوم میشه؟ روز به روز به دشمنام اضافه تر میشه. تو همین اتریش طرف چش دیدن من، نمیدونم دوستم کیه دشمنم کیه، چون مالت خود روزنامه اتریش چند سال پیش بچهای قدیمی میگن اینجا اعلام کرده بودی از هر 10 ایرانی 6 تاش اداره این، حالا علکی گفته بود راستکی گفته بود، آقا به چه درد من میخوره؟ من که یک ساعت بعدم هم خبر ندارم،
من که جونمو گذاشتم توی رفت جمهوری سالی برای سرم هم چند سال پیش جایزه آخر پیج بشه درد من بخوره. مگه من دارم تبلیغ میزنم؟ مگه من دارم پول پیدا میکنم این پیجم؟ مغز من دوغی آخه من نمیدونم یه حرفایی میام میزنم آخه به چه درد؟ ولی یارو میگه تکراری شدی. خب نگاه نکن، من کلیپایی که میدم بیرون آرمادر بسیجی داره گاییده میشه، آخون داره گاییده میشه، خیلی ها داره مغزشون روشن میشه. یارو میگه بابا گستخار اسلام کیرم دهن امام زمان و حسین و تقیه اینا رو ولشون، بدبخت شدیم، نون برای خوردن نداریم، آیندهمون کیر شد توش، تو هنوز دنبال. بعد یه موضوع دیگه، طرف از نمیدونم کجای ایران، نمیدونم کجای ایران، نمیدونم، من تهدید کرده میخواد بلندش بیاد من ادب کنه. تو یعنی 500-600 میلیون میخوای خرج کنی بیای من ادب کنی که چی شده؟ به خامنه ای پشت دادم که چی شده؟ گفتم شاشیدم تو دین آخوند، شاشیدم تو دهن آخوند. من نمیدونم تا کی میخوای، تا کی میخوای حماقت کنی، تا کی؟ اصلا چونه لطمه من فردا اصلا مردم، یه ساعت بعد اصلا این پیجم رو زدم رفت. وازم میخوای گوله این آخونده کسکش رو بخوری؟ چرا ربط نداره؟ تمام بدبختی تو از آخونده و دینشه، چرا ربطی نداره؟ پاسپورتش شده بیارزش، پاسپورتتون، پاسپورت که جمهوری اسلامی کرده، پولتون شده بیارزش، این همه بدبختی سرتون آوردن باز داریم که چه ربطی داره به اسلام و آخوند؟ چرا رب نداره؟ اینا اومدن ریدن تو مملکتت دیگه، اینا اومدن جلی پیش رفتت رو گرفتن، مردم نون برای خوردن ندارن، اینا دنبال اینا موی سر کی بیرونه بگیرن شلاقش بزنن. دارید میبینید دیگه تو کوچه خیابونای تهران مخصوصا چقدر بازنشسته ها تو خیابونن، پولاشونو خوردن، حقشونو خوردن، چقدر مال باخته ها. همه ناراضی هن، همه ناراضی هن. و کسکش شما چقدر مگه میگیرید راضی هستید؟ دیگه اندازه یه سرهنگ سپاه نمیگیری که، اندازه یه دمت آخوندی خامنه ای که نمیگیری راضی هستی. کسکش چقدر مگه بهت میدن؟ بس دست از حماقت بردار دیگه، تموم شد. تو دنبال اینه های نمیدونم به دینت لطمه نخوره کسکش، و دنبال این یای نمیدونم بری دوباره بهش، اینجا خوار قایده شی که بری بهش. وای من یعنی من نمیدونم اینجا کسکش هستم. باور کنید مردم ایران دو دسته شدن، سه دسته. یه دسته که سمت آخوندان جمهوری اسلامی با اونه کاری ندارم، یک سری ها واقعا من پاسوز این کسکش ها شدن که واقعا فهمشورشون بالاست، دنبال انسانیت هم، دنبال تمدن ایران، دنبال خاک و وطن ایرانشون هم. یه سری این بیناموس بسیجا و مزدوران دنبال اینا که حمایت میکنن این آخوندا، اگر این آخوندا برن نمیدونم ایران سوریه میشه، داعش میده این کسیه را ناموس هم میفته دست اینا اون و فلان. یه جور هم میان میگن امنیت، به جاش امنیت داریم. ما با یعنی امنیت به چی میگید شما؟ من تو همون کشوری که دارم زندگی میکنم زن میاد 12 شب میدوه بدون حجاب، بدون پوشش، اصلا میاد اینجا دیگه نگم، به اون میگن، به این میگن امنیت. کسی باش کاری نداره و کسی قانون یه جوری کرد کسی خواهی نمیکنه بهش چیزی بگه. آیا توی ایران 12 شب زن میتونه بیاد با سگش؟ به این میگن امنیت. بیا بهت نشون بدم اینجا ماشینه همه مدل بالا شب پارک میکنن میرن خونه هاشون، کسی دست نمیزنه. توی ایران طرف یه پراک میگیره کیلوی یه میلیون، اولین کاری که میکنه میبره دزدگیر بهش نصب میکنه. چه امنیتی؟ امنیت من امنیت ندیدن اینا. امنیت مثل اینجاست که هرکی میتونه هر جور صحبت کنه، آزادی بیان، به این میگن امنیت. هر که هر جوری دوست داره با هر دینی با هر پوششی داره زندگی میکنه، از دماغ کسی هم یه خون نمیاد، هزار تا دین و فرقه هست اینجا. امنیت شما به چی میگید؟ چرا فقط جمهوری اسلامی دشمن داره؟ چرا فقط شما دشمن داری؟ خب چیکار کردید اینا دشمن داری؟ دشمن دشمن دشمن
چرا شما فقط، چرا اتریش دشمن نداره، چرا آلمان نداره، چرا آمریکا نداره، چرا اسرائیل نداره، فقط شما دارید. ببین کجای کارت، با همه چی کار دارید دیگه. 44 سال فقط میخواید اسرائیل رو نابود کنید، کلی دارید پول هزینه میکنید، کیل اسرائیل هم نمیتونید بخورید، داره میزنه کیل افقس یقتون در میاد توی سوریه و این مرو. یه ماه پیشم زد یه جاهایتون رو تو ایران زد که اصلا خودتون هم اصلا موندید با نقطه زن. این همه خرج کردید کیرگوز، آخه اسرائیل به ما چیکار کرده؟ چه هیزوم و تری به ما فروخته؟ تو همون اسرائیل برو چقدر ایرانی دارن زندگی میکنن. آخه چرا میگیم ما چند میلیون دارن انسان زندگی میکنه؟ خودتون اومدید ایران رو اشغال کردید، 44 سال ایران اشغال کردید، هر بلایی سر مردم ایران دارید میاری، بعد دارید میگی که اسرائیل اشغال کرد. بابا چه روی دارید؟ و یه مش مغزبندو الان خیلی کم شده، خیلی کم شده. کسی چیر این اسلام اون اسلام نه، اینا اومدن بابا اسلام برای ما مگه نون و آب میشه؟ دنبال چی؟ مگه دین مرتون نون و آب میشه؟ تو اصلا تو چی دنبال چی؟ بیا به من ثابت کنی که اینا اومدن اسلام. آقا اصلا حرف تو درست، به چه درد ما میخوره این دین اسلام؟ به چه درد مردم ایران میخوره؟ الان تو برو بقالی چقالی بگو آقا جان من برای امام حسین عزاداری کردم، برای ابوالفضل، به خاطر ابوالفضل 2 کیلو به من گوش بده میام بهت میده، آیا بهت داد؟ آقا به چه دردی میخوره که جلوی دونستان داری مقاومت میکنی؟ باشه آقا قرآن یه جوری دیگه ترجمه شده باشه، اسلام اصلا خوبه، به چه درد الان مردم ایران ما میخوره؟ به چه دردی میخوره الان؟ اصلا یه نفر اصلا چه دیندار باشه توی ایران چه بیدین باشه داره عذاب میکشه تو ایران یا نه؟ از دست جمهوری اسلامی تو دنبال چی؟ اصلا بیا به من ثابت کن همه چی. آقا اوکی اسلام ذره ایراد نداره باشه، الان مردم ایران دارن اذیت میشن، چه راه حلی داری؟ چیکار باید کنی؟ چه ربطی به دین داره؟ من نمیدونم آخه دنبال چیید شما؟ بسته دیگه، ما تا میگم هر حرفی بزنی به مقدسات توهین نکن. یک ساعت ما صحبت کردیم آقا مقدسات نونات میشه برای مردم ایران، همین همینو بلدم. بسته دیگه بابا، هار مادر یارو گاییده شده، نه کاری داره، نه امنیت شغلی داره، نه آینده ای داره، عمرش هم عمر داره میگذره. من خودم چشم به هم زدم اصلا نفهمیدم که 40 روز دیگه میشم من 40 سال، تموم شد عمر من. من که حالا اینجا تو ایران هم که هیچی، نهایت میخوای تا 60 عمر کنی دیگه، با اون آب و هوا و با اون غذاهای مصنوعی و فلان، و 10 سال بعدش هم میفتی سرازیری و مرزی و چوندرد و پادرد و برای همه هستی. هنوزم دنبال اینی بیای به من ثابت کنی، یا بیای ثابت کنی که دین اسلام هیچ ایرادی نداره. بابا بسته دیگه، بابا نون برای خوردن نداری. نصف جوونا الان ناراحتی عصبی گرفتن، عصبی شدن توی ایران، پول ندارن، آینده ندارن، تا مرز خودکشی دارن میرن. تو دنبال اینی که بیای بگی ابوالفضل امام حسین برای ما علم بلن چیکار کرد برای تو؟ آیا بذار ببینم این آخوندهای بی ناموسی که میان به تو روزه میخونن، تو میزنی سر کلت، روایت میگم فلان میگم، آیا حقوق این آخوندها رو اسلام میده، امام پیغمبر میده، الله میده، امام حسین میده حقوق اینا رو؟ حقوق اینا رو کی میده؟ درآمد اینا کجا میاد؟ همه مردم دارو قشنگ نرسن گفتون همه مردم فقیر میان خرج پول ما رو میدن. بس دیگه، من نمیدونم تا کی فقط نفری میشینن آقا بر دشمنان اسلام لعنت، آی نمیدونم بر بابا بسته، بر اسرائیل مک، بر اسرائیل مک، بر آمریکا.
اصلا اونا به تو چی کار کردن؟ آخه من نمیدونم اسرائیل به تو چی کار کردن؟ اصلا من نمیدونم یه باش مغز بندوقی. اصل دشمن ما آخونده، اصل دشمن مشترک ما جمهوری اسلامی مردم ایران، همه اکثرا میدونن. یه سری مغز بندوقی وسط بازی میکنن، قشر خاکستری اینا برن چی میاد فلان میاد، میترسم آ ایران تزیه میشه فلان میشه بسات میشه. من به خاطر چی میگم اروپا؟ اونایی که تو اروپا هستید بیرید تو تجمعات یه دست باشید پرچمایید، یه سری هستن قشر خاکستری دنبال بهانه هستن. اه میبینی اینا میخوان بیان ایران رو تزیه کنن. بابا تزیه وجود نداره. اگه میخواست تزیه بشه زمان شاه میشد، زمان جمهوری اسلامی میشد، تا حالا نشده. شده مگه؟ بس اینا رو اینا توهمه، اینا یه سیاست هم تو توهمه، اینا اصلا هیچ، اینا رو بذار کنار. اگر هم میان اصلا اینا توهمی هن، اینا رو اصلا داخل ایران اتحاد کامل شده واقعا. اتحاد یعنی چقدر؟ 500 تا کرد تو همین همشهریای خودمون، همزبون خودمون، ایران هم وطن خودمون. فیلم فرستادم برای من و تو، ما با پرچم شیر خورشید ما تزدیه نیستیم، تموم شد. و نه خارجی ها رو بکنه، یارو میاد خارجی نشین دو تا پرچم و فلان و اینا دنبال تبعه. این موقع چیزی بشه همین هم بیدی ببینی. و موقعی که ورود زدن تو این کشور گفت آقا کدوم کشور اومدی؟ نوشته ایران. پاسپورت هم اگه نوشته نوشتن ایران. اینا تو توهم هم. به همون جایی که پرچم گرفت بگو آقا مدارک تو بده ببینم پاسپورتت چی نوشته، نوشته کردستان یا نوشته ایران یا نوشته مثلا تزیه، نوشته ایران دیگه. اینا تو توهم هن، اینا رو ول کنید. اصل کار مردم ایرانه که اتحاد پیدا کردن. با بریستو دیگه کسشه داره بابا. اسلام 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 بس دیگه، براتون ناف میشه. من دیگه حرفی ندارم. مشتی هستید؟ تمام.